میکنی مامان؟ تو از من چی میخوای؟ خاک عالم، من چی کار میکنم حال؟ مامان، چرا پارو دومم میذاری؟ من دقیقا وقتی همه چی رو درست کردم، تو چرا این کار رو میکنی با من؟ چرا؟ آه دختر بیعقل من، تو هنوز نفهمیدی من ازت چی میخوام نه؟ تو کی میخوای ببینی که این مرد یه الدنگ به درد نخوره؟ مرد مرد زندگی نیست، اون مثل یه الدنگ خیابونی میگرده. چه ولگردی؟ تو از چه حرف میزنی؟ وقتی با ارجان دعوا میکردن دیدم عصبانیتشو میدیدی، مخصوصا اون مرتو ارجانو صاف کرد. به خدا باید از این خونه دور باشه. ببین، به خدا میگی مامانم گفته بود از این پسر باید انتظار هر چیزی رو داشت. چه ربطی داره مامان؟ تو چه زود فراموش کردی ارجان آبجی فیدانو دزدید؟ مرد کاری که لازم بود و کرد، حسابشو گذاشت کف دستشو تحویل پلیس دادش. باشه، قبوله، گیریم که کار درستو کرد. آفرین بهش. دخترم، آدم ها هیچ وقت عوض نمیشن، بفهم. این اخلاق دخترم، اخلاق. خب این عجول بودن مرد، تو باید چی کار کنیم هان؟ چی کار کنیم؟ این که میزنه خراب میکنه چی میشه؟ ببین، بعدن میگی مامانم گفته بود این اخلاق یا اونو میفرسته تو قبر یا زندون. اینی که تو میگی مرتی هست که من نمیشناسم و نمیدونم. آره ول کن مامان، تو اصلا مرتو نشناختی. آسیه، ما تا این سن چه چیزایی رو دیدیم دخترم؟ تو هنوز جوونی، خامی، نمیفهمی. تو هنوز نمیتونی درست و غلط رو از هم جدا کنی. ببین دخترم، بیا به حرفم گوش کن، بی خیال این عشق شو. من برای خوبی تو میگم عزیزم، من میخوام تو این زندگی بخندی دخترم. من تو این دنیا صورتم فقط با مرد میخنده مامان، من از مرد دست نمیکشم. مامان هر کاری میخوای بکن، درا رو ببند، توی اتاق حبسم کن. من با مرد ازدواج میکنم، فهمیدی؟ صبح بخیر. چیزه، حالتون چطوره؟ خوبم، راستشو بخوای احساس خوبی دارم. آقا توپرک، خدا رو شکر حالتون خوب شده نه؟ به لطف شما، اون سوپ خوبم کرد. این چه حرفیه؟ اختیار دارین، شما خوب شدین، باقیش مهم نیست. اگه خوشتون اومد من بازم سوپ درست میکنم. ممنونم. پس من فورا برم صبونه آماده کنم آقا توپرک. من برم یه سر به بوراک بزنم. فیدان خانم، بفرمایید. آقا توپرک، بوراک میخواست بره بادبادک هوا کنه، خیلی هم هیجان داشت. یعنی من مریض شدم، حتما ناراحت شده. آره بوراک یکم ناراحت شد، ولی از سلامتی شما مهمتر نیست. فعلا که من حالم خوبه، یعنی اگه بخواین میتونیم با هم بریم. باشه، پس من برم به بوراک خبر بدم، خیلی خوشحال میشه. آقا توپرک، من یه جایی رو بلدم، بریم اونجا. البته اگه شما و بوراک هم بخواید. بوراک به من یه جایی رو گفته، تپه پرواز انگار. پس گفتی؟ آره، وقتی گفت میخوام بادبادک هوا کنم اونجا به ذهنم رسید. پس من برم بهش خبر بدم. Yeah.
زرین، دختر، زرین وایستا، ببین میخوام چی بهت بگم. وایستا چی شده رمزیه؟ تو خونه همه منتظرم، من وقتمو نگیر. وایستا، صبر کن دختر. بگو دیگه. برای جهیزیه حوله های جدید آوردم، میخواستم اینو بهت بگم. چند روز پیش اومدی برای دیدن وسایل جهیزیه. باشه باشه، حالا میایم با دخترم سلما نگاه میکنم. سلما دختر خوبیه نه؟ خوب رمزیه جون. چی خوب؟ سلما رو میگم، ماشالله داره، خوشگلم هست. خوب شد مرتضی سیه جدا شد. رمزیه تو رو خدا کشش نده، حرف تو بزن، میخوای چی بگی؟ بگو دیگه. توبه توبه، چه حرفی زرین. من خیلی از دخترمون سلما خوشم اومده، میخواستم اینو بگم. دقیقا عروس مناسب خودته، ولی آسیه. چرا؟ آسیه مگه چشه؟ با چشمای خودم دیدم دیروز. ریس آسیه براش هدیه دم خونه فرستاد، رانندش آورده بود. خب خیلی گردن بند گرونی بود، با طلای سفید، طلا و جواهر تزیین شده بود، نه یکی دوتا. ای بابا، چی کار کنیم؟ به سلامتی استفاده کنه. طبق گفته مادرش این گردنبندیه که مرت خریده، ولی خیلی گرون قیمت تره. آیشه خیلی تعجب کرد، گفت آسیه اینو اصلا از گردنش در نمیاره. این گردنبندیه که مرت خریده؟ آره. آیشه اینطوری گفت. آی خسته شدم رمزیه، تو رو خدا برو مغازتو باز کن، به کارت برس دیگه. آیش بله رمزیه. الو آیشه، ببین منو، والا باید صدقه بدی، وگرنه تو با این زرین فامیل می شدی. همونطور که گفتی موضوع هدیه رو به زرین گفتم، اصلا بروز نداد، ولی از حسودی داشت می ترکید. بوراک بیدار شو ببینم. آه آه، نکنه این بچه شیره خوابالو شده. خب چی کار کنم؟ منم میرم به بابات میگم بوراک امروز نمیخواد بره بادبادک هوا کنه. بابام خوب شده؟ واقعا رس میگی؟ آره واقعا. ده دره ده ده دره ده. آخ جون، میریم بادبادک ها رو هوا کنیم. ده دره ده 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 دره ده. ولی به نظرم زودتر بریم آماده بشیم، وگرنه ممکنه دیر کنیم. بیا ببینم. بیا یالا بریم حموم. حموم خیلی خوش میگذره. آره صبح بخیر بابا عثمان. صبح بخیر پسرم. مامانم کجاست؟ رفته نون بخره، الان میاد. اومدم. صبح بخیر پسرم. ماما من میرفتم نون بخرم، تو چرا رفتی؟ پسرم وقتی تو نبودیم من میرفتم. یالا شما بشینید شروع کنید. یالا پسرم یکی دو لقمه چیزی بخور. بشین پسرم بشین، کل روز بخیر. بشین پسرم کار کنید. بشین. داشتم میومدم رمزیه جلومو گرفت. رمزیه؟ مغازه داره محله، رفیق مادر دوست دخترت، همون که خیلی حرف در بیاره. چرا جلوتو گرفت؟ بی خیال، خودشون خواستن به گوش من برسونن دیگه. بگذاریم نوشه جان. شما رئیس آسیه خانوم این گردنبند تو رو براش خریده که اون گردنبند با طلای سفید و الماس ساخته شده، با راننده شخصیش تا دم خونم اومده. رمزیه به هم گفت که اینطور. آره آیشم تو محله پوز میده، بالاخره یکی هم پیدا شد قدر دختر منو بدونه. ندید بدید، به زودی گوسفندم قربونی میکنن. مرت پسرم یه چیزی میخوردی بعد میرفتی. انسان با پسرش این کارو نمیکنه زن، زشته. مگه براش اشتها گذاشتی که چیزی بخوره؟ مگه من چی کار کردم؟ ای بابا، به جای اینکه بعدن بفهمه آسیه چی هست و اشتهاش کور بشه، الان نخوره گشنه بمونه بهتره. سفره و غذا رو برای پسرت زهر مار کردی. ببین نگو نگفتی، این کار تو گناهه. عاشقا را هم جدا نکن زرین، جدا نکن، این کارو نکن. خیلی بزرگش کردی عثمان، من چی کار میکنم؟ دختره بره پیش رئیس پول دارش، پسر منم با سلما که مناسبه شو ازدواج کنه. هر کاری که دلت بخواد بکن. حالیده خانم. بفرمایین آقا توپراک. آیدان برای صبحونه نمیاد.
ببخشید، حواسم پرت کار شد آقا توپراک. آیدان خانم دیر وقت اومد، صبح زودم رفت. برای کارتای عروسی جلسه داشت، رفت. باشه، فهمیدم. بوراک پایین داشت صبونه میخورد، براش سیب زمینی سرخ کردم. شما میخوای؟ خیلی تشکر، ممنونم. بابا، بابا. هیجان دارم چون میخوام بادبادک ها رو هوا کنم. جدا؟ چطور بادبادکی میخوای به هم بگو؟ بذار بگم، همه رنگ رو داشته باشه، بیشتر از همه هم زرد باشه. خب چرا زرد باشه؟ چون من رنگ زرد رو خیلی دوست دارم. تو که سبز تیره رو بیشتر دوست داشتی. هم اونو دوست دارم، هم رنگ زرد رو دوست دارم. تو کدوم رنگ رو دوست داری بابا؟ بذار فکر کنم. یالا بیا بریم دیگه بابا. باشه، صبحونه بخوریم بعد میریم. بیا ببینم. بله یانچه، چرا اینجایی؟ گفتم بریم خرید کنیم. خوشگلم، اجه میخواد بیاد، میخوام کمدم رو جدید و بروز کنم. فکر خوبی کردی، ولی من چرا اینجام ها؟ مگه چند روز پیش بهت یه کیف پول ندادم؟ خب برو بخر دیگه. اینقدر عجول نباش آیدان، من اون پولو بهت امانت داده بودم، تو هم به من پس دادی، غلط درک نکنی. خیلی خوب، باش منو معطل نکن. از من چی میخوای اینو بگو. آها، الان مود خیلی عوض شده، چیزای جدیدی اومده. میدونی که منم زندان بودم، نتونستم مود رو دنبال کنم. فکر کردم تو بهم کمک میکنی، برای همین بهت زنگ زدم. ببین منو یالچی. گفتم عجول نباش، یالا بریم. برای این به من نیاز نداری، برو هرچی میخوای بخر. بدون تو نمیشه، بالاخره هیچ کس سلیقه اجه رو نمیدونه. فکر کردم یعنی کسی جز تو اجه رو بهتر نمیشناسه، برای همین به کمک تو نیاز دارم. من وقت ندارم با تو کلنجار برم. آیدان جون، میخوام بهت یه یاداوری کوچیک کنم. با هم یه توافقی کرده بودیم، قرار بود تو اجه رو برای من بیاری، منم تو رو راحت بذارم. حالا فهمیدی؟ یالا. اوی مامان، میشه گردنبندو بدی؟ کدوم گردنبند؟ همون که آقا عدنان هدیه داده؟ آره دیگه، باید چی باشه؟ خدایا هزار بار شکرت. بنداز دخترم، بنداز، سر کار میری. بذار گردن بندو توی گردنت ببینه. آی ولی آسیه ببین، دخترم خیلی شیک نیست؟ آقا عدنانم خیلی آدم با سلیقه‌ایه، به دختر منم خیلی میاد. بنداز بنداز دختر، بنداز، اون الماسه، میفته میشکنه. بنداز گردن دختر عزیزم. نیازی نیست، گردم ادو پس میدم. چی؟ میخوای پس بدی؟ یعنی چی پس میدی؟ دخترم تو زندگیشو نجات دادی، اونم خواسته جبران کنه اینو خریده. من اصلا تو رو تربیت نکردم ها. کی به اون گفته گردن بند منو با گرونترش عوض کنه؟ من خودم حلش میکردم. آسیه، اون رئیس توه، دلش خواسته خریده دیگه. زشته به خدا زشته. زشت نیست مامان، من نمیتونم این هدیه گرون رو قبول کنم، و به خاطر این گردنبند رابطه‌ام با مرد خراب میشه.
این گردنبند هدیه مرت بود. حتی نتونستم مراقب هدیهش باشم. آی خدا دیوونه میشم. همش مرت مرت مرت. اگه این هدیه رو قبول کنم خیلی عصبی میشه. عصبانی میشه که بشه. اصلا مرت کیه که عصبانی بشه؟ چطور اساست عصبانی میشه؟ کتکت میزنه؟ فوش میده؟ اون کیه؟ اون کیه؟ مامان من با مرت ازدواج میکنم. حق داره همه چی زندگیمو بدونه. فهمیدی؟ یالا من دیرم میشه. تو اصلا به مادرت فکر نکن. باشه دخترم، اصلا به مادرت فکر نکن. یه روزم نگو این زنو خوشحال کنم. خدایا من چقدر بدبختم. هیچ جوره صورتم از طرف فرزند نخندید که نخندید. عکسو پیدا کردی خاله هالیده؟ نه والا دخترم، پیدا نکردم. اگه پیدا کرده بودم فوراً برات می آوردم. ای کاش پیدا می کردم، ولی هیچ جا نیست. من نگرانم آیدان خانم اونو پیدا کنه. اصلا خوب نمیشه. براک میخواد بادبادک هوا کنه. امروز همه با هم میریم بیرون. اون از کجا در اومد؟ براک خیلی دلش میخواست. آقا توپراکم ناراحتش نکرد. منم اونا رو میبرم به اون تپهی که اون عکسو گرفتیم. یه چیزایی عوض میشه خاله هالیده. من باور دارم. شاید وقتی اونجا رو دید دوباره به یاد بیاره. صبحتون بخیر. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر. تو برو بشین سر سفره، من برات چای بیارم. من برم پیش براک. صبحونه نخوردی دخترم؟ من با براک میخورم خاله هالیده. نوش جونتون. باشه، خودت میدونی. قبل اومدنم یه حرفایی میزدین ها. فیدان چی میگفت؟ هیچی. براک میخواد بادبادک هوا کنه. همه با هم میخوان برن بیرون. پرسید برامون براک درست میکنی؟ من برات نیمرو درست نکردم. میخوای برات نیمرو درست کنم؟ با چایی بخوری عزیزم. زود آماده میشه ها. باشه مامان درست کن. مشخص شدن حقیقت برای هممون فلاکت میشه. آقا عدنان برات هدیه فرستاده. اونقدر خوشگله که نمیتونم تعریف کنم. خشم مثل باد هست پسرم. یه مدت بعد آروم میشه. فقط خیلی چیزا رو زده خراب کرده. چیزی که میخوای تعمیر کنی هم خیلی گرون قیمته، هم نایابه. اگه با خشمتون رو بکشی هم زحمتتو هدر دادی، هم زمانت رو. بعدش بخوایم نمیتونی درست کنی. یالا بیا با هم یه سکان چایی بخوریم. بیا بیا. نه استاد نمیخورم. مسئله کلانتری حل شد. رفتم پیش پلیس اظهاراتمو دادم. ارجان مقصر، پروندهش کلفته. پس بگو آرامش بر میگرده. برای هممون بلا به دور باشه. آره استاد. بازم از دست آسیا عصبانی هستی، مشخصه. از کجا فهمیدی استاد؟ اینقدر مشخصه؟
چه بدونم اوستا، دست خودم نیست. خیلی میترسم آسیا رو از دست بدم. هر لحظه، هر دقیقه تو فکرمه. میترسم. نمیدونم بدون اون چی کار کنم. تو عمدن دو چشمتو میبندی. به خاطر اشتباهایی که میکنی عزیزانتو از دست میدی. من اصلا بدون آسیا نمیتونم زندگی کنم. پس باید صبور بودن و گوش دادن رو یاد بگیری. باید از این ترسات دست برداری. نباید به خاطر ترسات عزیزاتا ناراحت کنی پسرم. کیکمون هم آماده است. یکم میوه هم برداریم نه؟ آره، باید تغذیه ای سالم داشته باشیم تا هیچ وقت مریض نشیم. آره. آفرین به بچه شیر من. وایسا اینا رو جدا کنیم. اوه، بوریکمون هم پخته. یکم استراحت کنه. به به، چقدر خوب. براک یه چیزی رو اعتراف کنم، من خیلی هیجان دارم. منم همینطور. براک بیا عزیزم، قبل رفتن قشنگ دست و صورتتو بشوریم. یا عزیزم، یا عزیزم. شنل چیکار میکنی؟ داریم آماده میشیم، یه کم دیگه میریم. انگار قلبم داره از جش در میاد شنل، نمیتونم خودم آروم کنم. آی فیدان، کاش منتظر جواب آزمایش میمودی. میترسم خدایی نکرده سکته کنی از هیجان زیاد. شنل تو منو نمیشناسی، من نمیتونم منتظر بمونم. یعنی وقتی بریم اونجا چه واکنشی نشون میده؟ برای من دعا کن باشه عزیزم. بازم میترسم فیدان، یه چیزی بد پیش بره تو ناراحت بشی دختر. تو نگران من نباش عزیزم. ببین، شایدم این خوابی که آقا توپرک دیده یه نشونه است. در واقع اگه دنبال این نرم خیلی ناراحت میشم. من تو همون منتظرتم آبجی. عزیزم من قطع میکنم، براک صدام میکنه، بعدن حرف میزنیم باشه. لعنتی ولکنه منم نیست. الو عزیزم چطوری؟ براک چطوره؟ خوبم، براکم خوبه، تو چی؟ بیخوابم و یکم خسته. به خاطر تدارکات عروسی شب و روز درگیرم. میدونی که میخوام همه چی عالی باشه. میفهمم. به عروسیمونم خیلی کم مونده. من و براک خوبیم، نگران نباش. براک سراغ منو نمیگیره؟ حس میکنم خیلی در حقش کوتاهی کردم. همش تلفنی از شما خبر میگیرم. باور کن این وضعیت خیلی ناراحتم میکنه. براک حالش کاملا خوبه، نگران ما نباش. خب تو دلت برام تنگ نشده؟ خیلی خوب باشه عزیزم، من الان باید قطع کنم، بعدن با هم حرف میزنیم. آقا توپرک ما حاضریم، هر وقت خواستید میتونیم بریم. فوراً میام.
مرت، حرف بزنی. مرت عشقم، همه چی رو توضیح میدم. من فکر کردم و تصمیم گرفتم هیچی برای فکر کردن نیست، چون عشق ما از همه این موانع رد میشه. با من ازدواج میکنی عشقم؟ حق داری عشقم، عشق ما از همه این موانع رد میشه. خدای من، ماشالله این اندام و زیبایی رو ببین. خوش اومدی دختر خوشگلم. والا تو رو دیدم روزم روشن شد دخترم. پشت تلفن گفتی مهمه اومدم. بیا بشین اینجا دخترم. آآ تو چته؟ ببین منو، رنگ و رخت پریده، نکنه تو رو چشم زدن. آره مثل تو ندیدن دیگه، چشمت زدن. خدای من برای دعا میگیرم خوب میشی، نگران نباش. چشم خوردی از زن؟ نه چشم نخوردم خاله زرین جون، همش واسه چیزایی که نمیشه خیال بافی میکنم، خستگی اونه. من الان برات یه قهوه با شیر سفارش میدم، تو خیلی دوست داری، خستگیت رفع میشه، با هم حرف میزنیم و حالت هم خوب میشه. نه نیازی نیست، به قهوه نیاز نیست خاله زرین. ببین ولی مرت نگو، تموم شد، اون دفتر بسته شد دیگه، من عاقل شدم. دخترم تو دیوونه شدی؟ ما چند روز پیش چه قراری گذاشتیم ها؟ مگه نگفتم همه چی رو حل میکنم؟ تو آروم باش، چه تموم شدنی چه بسته شدنی. وقتی همو بغل کردن اونا رو دیدم، من حرف تو رو باور کردم، فکر کردم جدا شدن. خیلی احمقه. مرت آسیه رو بغل کرد؟ با چشمای خودم دیدم بعد از دعوا. دخترم چی داری میگی؟ تو هنوز اتفاقا رو نمیدونی. ببین من پسرمو خوب میشناسم، مرت خیلی لجبازه، سرخوده، ولی یه بار که نظرش عوض بشه همه چی تموم میشه، خیالت راحت. خاله زرین میفهمی چی میگم؟ میگم همو بغل کرده بودن. نه این کار نمیشه، دودش میره تو چشمم. تو یکم آروم باش، همه چی رو واسه تعریف میکنم دونه دونه، ولی اول قهوه هامونو سفارش بدیم. پسرم دوتا قهوه با شیر واسه ما بیار. ببین گوش کن چی میگم، این آسیه رئیس خیلی پولدار داره، ولی اون آدم انگار نمیخواد فقط رئیسش باشه، نمیخواد، چون واسه آسیه یه گردنبند خیلی گرون قیمت هدیه داده. داداش توپرا میرید گردش داداش؟ آره فیدان خانومم با ما میاد. تازه خوب شدی داداش، میخوای من ببرمشون؟ تو هم خسته نمیشی، آقا کوچیکم خوشحال میشه. ممنون، خودم میبرمشون. فیدان شما اینطوری سردتون نمیشه؟ با خودم لباس گرفتم آقا توپر. فیدان دخترم، فیدان. چی شده مامان؟ یادم رفته بود بوریکا رو بذارم. خاله هالیده ترسیدم، آخه چه نیازی بود که بوریک بیاری؟ من اینو مخصوص بوراک جونم درست کردم. یعنی چی؟ نباید اینو بخوره؟ نمیری؟ چرا میریم نگران نباش،
ولی اول به خاطر بوریکا از خاله هالیده تشکر کنه. خیلی ممنون خاله هالیده جونم. عزیز دلم نوش جونت به سلامت برین و بیاین. یالا برین بهتون خوش بگذره. این اصلا خوب نشد ماما. دختر بیچاره چی کار میکرد؟ براک گیر داد بریم باد بادک هوا کنی. مجبور شد بره. آقا توپراک و براک تنها میرفتن. این بچه ماما نداره؟ از دست تو علی. بگرد آیدان خانمو پیدا کن. این کار داره از کنترل خارج میشه. باید یه کاری بکنی. استای عاشور قهوه ها آماده است. آه اومدی؟ اومدم. کجا بذار اینجا؟ باشه بفرمایید. خدا قوت جوون ما. ممنون داداش امین. نوش جون. ممنون سلامت باشی. خواهش میکنم. مرد جون یه دقیقه بیا اینجا. الان میام استا صبر کن. اوستا اگه قهوه است پس موضوع جدیه. ببین پسرم خوب یا بد در این محله و در این مغازه زندگی کردم گذشت. خدا رو شکر با عزت و آبرو روزیمو درآوردم. به لقمه کسی چشم ندوختم و محتاج کسی هم نشدم. ازت میخوام بدون این که محتاج کسی بشی نون حلال در بیاری، یه زندگی مردانه داشته باشی. وقتی تو محکم وایستی هیچ وقت پنچر نمیشی پسرم. فهمیدی چی میگم؟ امتحان میشی پسرم، اونم با چیزایی که اصلا فکرشو نمی کنی. اون موقع اجازه نده عقل و قلبت گول بخوره مرد. گوشاتو باز کن، حرف قلبتو گوش بده. این حرفا ماویزه ی گوشت باشه. از این به بعدم اینجا محل کار توه. با عزت کار کن و نون حلال در بیار. من بهت قول میدم اوستا، تو به من اعتماد کردی. کو هم باشه جلو دارم نیست. من همیشه بهت اعتماد داشتم. این مغازه برای تو هست ولی فکر نکن از دست من خلاص شدی. مغازه برای تو هست ولی منم اینجا به عنوان شاگرد تو. اختیار داری اوستا. خب حالا که اینم حل شد فقط یه چیز مونده، با دخترم آسیا مشکل رو حل کنید، همه چی تکمیل بشه. قهوه هم سرد شد. یعنی دختر خوشگلم، قضیه گردنبند خیلی واسه آسیا درد سر درست میکنه، خیلی. ولی خاله زرین اینطوری همو بغل نکرده بودن که. یعنی حرفایی که زدی اوکی، ولی چیزایی که من دیدم چی؟ والا سلما تو هم داری خیلی کشش میدی. حالا بغل کردن که کردن، تو چرا بهشون گیر دادی؟ ببین دخترم، برای تو بازم خلاصه میکنم، این قضیه گردنبند بین مرد و آسیا قیامت به پا میکنه. خب هر بار که مرد دیوونه میشه کی کنارشه؟ تو. خب بعدش چی میشه؟ بالاخره مرد عاشق تو میشه عزیزم.
حرفات با عقل من جور در نمیاد خاله جون. یعنی من باید منتظر بمونم که مرت و آسیه دعوا کنن، مرت بیاد پیش من؟ اصلا درست نیست. مرت دعوا میکنه میره پیش کسی که آرومش کنه و بهش اعتماد داشته باشه. تو به خاله زهرین اعتماد کن. من طرفدار تو هم، همیشه کنارتم. تو عروس یکی یه دونه منی. ممنونم، ولی من نمیدونم این کار چطور میشه. ببین منه، نکنه تو دیگه مرتو دوست نداری؟ بی خیالش شدی؟ چطور بی خیالش بشم؟ مگه تو نمیدونی من از بچگی مرتو دوست دارم؟ ولی پس ولی و اما نداره. دخترم وقتی عاشقی باید هواشو داشته باشی، به خاطر عشقت باید بجنگی. نمیتونی تو خونه منتظر بمونی مرت بیاد پیشت. بیا تو میدون خودتو نشون بده. باید رقیبات بترسن، باید بفهمن دارن چی کار میکنن، مگه نه؟ آره. چیزی شده آقا توبرک؟ نه چیزی نشده، انگار به جایی که گفتیم رسیده. آخ جون، بالاخره رسیدیم بابا. آره رسیدیم. جایی که باید بادبادک هوا کنیم اینجاست. سراغ بود بودک رو میخوای اول یه چیزی بخوریم بعدش بود بودک هوا کنیم؟ خیلی خب، هرچی تو بگی آبجی فیدا. باشه. آبجی فیدان، این بود بودک چقدر میره بالا؟ نمیدونم، شاید تا ابرا. من میخوام بره بالاتر از ابر، بره تو فضا. اول یه چیزی بخوریم باشه عزیزم؟ آقا توبرک. میشنوم. شما خوبید؟ انگار تو فکر بودید. آره، منظره اینجا واقعا خیلی قشنگه. چایی میخواید؟ باشه میخورم. هوای اینجا واقعا برای آدم خوبه. دارید. تو طبیعت پا گذاشتم، روی خاک بوی چمن رو حس کردم، همیشه خوبه. چطور بگم، واقعا باعث میشه آدم به یاد بیاره که کی هست و کجاست. آره حق داری. اینجا واقعا خیلی جای خوبی، انگار قبلنم اومدم اینجا. انگار جایی هست که میدونم و میشناسم. خب راستشو بخوای، برام خیلی عجیبه.